موضوع امروز ما حساسیت طالبان با تصویر زندجان ها می باشه طبق دستورنامه امرو به معروف طالبان نشر یا پخش تصویر زندجان ها در رسانه ها ممنوع می باشه می بینیم که واکنش ها به خبر چی بوده می بینیم. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه به تدریج قانون ممنوعیت نشر تصویر موجودات زنده را در تمام رسانه ها در سراسر کشور اجرا خواهد کرد و تلاش ها در این راستا در برخی از ولایت ها آغاز شده است او افزود که مقام های طالبان در حال حاضر در تلاشند مردم را متقاعد کنند که پخش تصاویر زندجان در رسانه ها نقص قوانین اسلامی است و باید از آن پرهیز کنند. اما این مقام طالبان مدعی است که در اجرای قوانین این گروه از اجبار استفاده نمی شود و این فقط یک توسعه است. با این حال طالبان به طور گسترده از شبکه های اجتماعی و رسانه های تصویری تحت کنترل گروه برای پخش تصاویر مقام های خود و اهداف تبلیغاتی استفاده می اکثر کاربران در حیرت اند و اعتداد هم ای اقدام را به سخره گرفتند اول از کاربر می خوانیم که با این خبر معیو شده است سید تمیم عزیز نوشته که با چنین گزارش ها صبرش لبریز می شود و وضعیت کنونی کشور تاسف آور است او رسانه را بدون موجودات زنده تصور کرده و به تعجب نوشته که یعنی از این بعد تنها به صدا در تلویزیون با صحفه تاریک قناعت شود اما تعداد دیگر این اقدام طالبان را به صخره گرفتند پروانه گویا با این خبر خرسند است و با کنایه گفته این اقدام خوب است چون از این به بعد به گفته کاربر تصاویر وحشتناک طالبان را در تلویزیون نخواهد دید سمیه محمدی نیز به تنز گفته طالبان موجودات فرازمینی اند و از این امر مستثنا میباشند باشند نظامی نیز به شوخی واکنش نشان داده او گفته بعد از این اقدام طالبان موبایل های هوشمند را نیز جمع می کنند و با این کار موبایل های سابق نوکیا را مروج خواهند کرد اما این کاربر دستور دستورهای طالبان را نیز زیر سوال برده و آن را غیر شرعی یاد کرده این کاربر مدعی است طالبان از دین برای سعادت و نظم جامعه نه بلکه با تفسیر نادرست متون شرعی آن را من حیث وسیله برای سرکوب مردم مسلمان و حذف رقیب های سیاسی خود استفاده می کنند. او برای ادعای خود مثال آورده و گفته با وجود انتقاد علمای دین از ممانعت آموزش دختران و زنان طالبان نتوانستند از موضع خود دفاع کنند. دیدگاه جمشید یما ما امیری نگار را در مورد این محدودیت جدید بر رسانه ها را با هم مشنویم. تحت حاکمیت طالبا هر چیزی ممکن است همون قسمی که با عقل جور نمیه که یک رژیم یک حاکمیت جلو آموزش و تحصیل زنان و دختران بگیره و مکاتب را ببنده و دانشگاه ها را ببنده و با علم و دانش مخالفت بکنه اما قسمی هم با عقل و منطق و با دیدگاه امروزی جور در آید اما واقعیت است که طالبا او برنامه های خود دیدگاه و ایدیولوژی که به با او باور دارن او را عملی میکنن و ما واقعا نگران هستم که اگر این روند همین قسم دنبال شود ما در ادامه متاسفانه رسانه های زیادی را از دست میتیم از جمله تلویزیون ها را خب در آغاز طالبا با سانسور با جلوگیری از اطلاعات با زدن و بستن و بند کشیدن خبرنگاران و کارشناسان سیاسی و اهالی رسانه تلاش کردند که جلو رسانه را در افغانستان بگیرند اما علی رغم رسانه در سه سال گذشته با فراز و فرود زیاد تانستن کمی مسیر رسانه‌ای را دنبال بکنند واکنش کاربر بعدی را مرور میکنیم او هدف طالبان برای سیا کردن صفحه تلویزیون را تطبیق اسلام نخوانده بلکه او گفته آنها میخواهند تا مردم در جهل باشند و با پول ملت برای فرزندانشان در خارج زندگی آرام فراهم کنند مهاجر بهرام دیدگاه مشابه را در این مورد شریک کرده با بار او ممنوع کردن تصاویر موجودات زنده در اصل به خاطر ترس طالبان از رسانه هاست و با این کار می مردم افغانستان را از کاروان جامعه بشری جدا کنند. تمنا غفور منشه ای اقدام طالبان خیبت ملاحبت الله رهبر ای گروه از چشم رسانه و مردم می دانه. او در انتقاد گفته طالبان با منطق ناقص خود چنین دستورات را صادر می کنند. ای کار با تصف نوشته وطنم به دست چی کسان افتاده ای؟ در پایان از آریان می خانیم. ما گفته او پخش تصاویر موجودات زنده اولویت نیست طالبان باید اول برای مردم زمینه کار را فراهم کند آریان خطاب به طالبان نوشته حقوق مردم را برایشان بدهید چون خداوند از حق آنها پرسان خواهد کرد نه از تصویر گرفتن زنده جانها افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست اگر می دیگران را از موضوعی با خبر سازید پس ویدیوها و پیام‌های های را به شماره 0044 4000 6000 برای ما بفرستید